روزی روشن در محدوده شکارگاه شاهی که وجب به وجبش قروق است، دو تن را بکشند و بی هیچ رد و نشانی بگریزند. نه، این از مهارت است. خب گیریم اینطور باشد که تو میگویی. که چه؟ مادر، مقتولین هم طایفه های شما بودند و به توصیه شما با ما ملازمت همه وقتی داشتند. وای به حال ما اگر میان جاسوسی هم متوجه آینده روند شما به بیرون آریکاپی شده باشد. این حرف و هزیان ها چیست که به زبان می آوری پسر؟ آن فکر مگو را که تو گفتی عملی نشود، من هم گفتم چشم. پس بهتر است بیش از این بد به دلت راه ندهی. پس قتل فرهاد بیگ و خانی بلچی، این دو مگر با شما آینده روند پنهان نداشتن؟ قتل آنها همه ای بسا سربند رقابت های کینه توزانه ای باشد که گاه به گاه از ناحیت سرداران قزلباش در خصوص عمرای غیر قزلباش ممکن است واقع شود. این که نوبه اول نیست. یالل عجب، مکانی بهتر از شکارگاه شاهی برای این مطلب پیدا نکردند. عقل ناقص من دیگر بیش از این قد نمی دهد. حالا فرمایشی نداشته باشی بروم کمی بخوابم. سردرد امانم را بریده. خیر، فرمایشی نیست. ولیعهد دلیر و شایسته ایران جناب صفی میرزا، بی مقدمه معروض می‌داریم که اگر آن جناب فرخنده طلعت قوی شوکت جهت قبول پادشاهی ملک ایران و برچیدن بساط ظلم و زور و شاه خونخوار و دیوان صفت اعلان و آمادگی کنند، بلاشک اسباب مهم به تمام فراهم است و جمعی از فدویان زنده و ساکران دلیر آماده و مترصد فرمان شمایند. نشان موافقت جناب عالی این که فلفور در پی خواندن این نامه کنار پنجره آمده و به سلامتی توافق فیما بین جام شراب نوشتان کنین. خدایا اینها که هستند؟ چرا دست از سرم بر نمی دارن؟ نکند این هم تمهید شوم دیگری باشد از جانب مادر و کسانی که در خلوت با او نقشه سرنگونی شاه را میکشند؟ شاید هم ترفندی باشد از جانب پدر جهت مغزدن وفاداری فرزند. اگر اینطور باشد فرصت خوزسته است تا هر شک و شبهی را نسبت به خیش از ضمیر او بزداید. Yaşasın oğlum. Yaşasın. این کردار ولیعهد که نشانه وفای او به تاج و تخت است پدر را جدا خوشنود کرد.
ندیدی پسر جان چی کسی این مکتوب برا داخل اتاقت انداخت؟ خیر جناب همایونه، اگر رویتش کرده بودم که حکمن زمیمی نام اسم و رسمش را هم معروض می کردم. ساغل عقل بلم ساغل الحق که از ذریه مطهر صفوی هستی. الحال که پدر میان چند پسر دور آشایسته یه ولایت عهدی ایران دیدی، پرسش دیگری از تو دارد. بیشتاب به اون فکر کن و جواب بده. غیر از این نامه مطلب دیگری نیست که از باب این گسم دسایس برای ما نگفته باشی. در چه خصوص پدرچن؟ فی المثل این که نابکار سیاس ام از آشنایان سببی یا چی؟ بستگانی نسبی سخن لغوی در باب تاج و تخت ایران در گوشت پک پچه کرده باشد. خیر پدر جان. یقین داری نور چشم بیدم؟ بله یقین دارم. بسیار خوب. معقول فکری سنجیده ای کردی که این نامه را برای ما آوردی. برو خوش باش که باور ما نیست زبد عهدی ایام هنوز گت. آیا شایسته بود نام کسانی را که در مجالس بزم به نحو دو پهلو می‌خواهند ذهنی من کنند وقت آن رسیده تا رایات اقبال بر عرصه کون مکان برافرازیم برای شاه برملا می‌کردم؟ نه نه، مادر ما که افکار پلید خود را می‌خواست من متوقف کرده توانیست جهت براحت از پدرکشی یک جوری آلوده فعل مادرکشی بشود. دوستان محفل عیشم اگر سخنی به زبان آورده اند یحتمل جهت مزاح و تقرب و مجلس گرمی بوده است ولا غیر. پس همان بهتر که دم فرو بستم. گفت اما دون بریده و ابتر و ناتمام. چرا؟ چرا از حرف و نقشه های ملازمان شب زنده‌داریش هیچ نگفت؟ این چی خطیست بر جبین من نوشته می شود و بیش از پیش بیمناک و آشفته می کند. کی هستی؟ چاکر جان نثار شکاسی. نه آرو اشتای نقلی. جناب همایونی منجم باشی تقاضای شرفیابی دارند. این وقت از شب؟ عفو بفرمایید قربان، مصر است به این که عرض واجبی است.
اگر مایل باشید میروم میگویم نوبه مناسبتری مصدع بشود. چه معنی دارد آن هم این بی وقتی؟ خیر، بگویید بیاید. ما که دیگر زابرا شده ایم. آخ که الهی عیسی خان زابرا بشود با اجازه. جناب منجم باشی، تو میتوانی بروی. با اجازه. جناب منجم باشی، ای موی دماغ کائنات و فیزول در کار اختران آسمان، چی مطلب تازه پیش آمد کردی؟ اونم در این بی وقتی شب که شما باید در خواب خوشی ملازمت با هوری قیلمان باشید. بالعکس جناب مرشد کامل، ساعات خلوت شب بهترین وقت رؤیت کواکب و محاسبه حرکت‌های نجومی هفته و ماه است و چاکر شاکر نعمت به سیاق معمول سنواتی در هر نوبه رصد فلکی در مرتبه اولا ترتیب اقماری و ترتیب اختری ماه و هفته را به نسبت حدود طالع وجودی جناب شما مورد سنجش و مطالعه قرار می‌دهیم. در این فکر مگر پیشگوی تازه‌ای حادث شده که شما بی موقع شرفیاب حضور ما شده اید؟ خط پیشگوی البته زیاد واضح نیست، اما احکام نجومی ماه در پیش مبین هیچ ساعت سعدی جهت خروج شما از عالی قابو نیست. یک معنای متبادر این منظر فلکی شاید این باشد که یهدمه خطری متوجه وجود مبارک است. مطلب دیگری هم هست؟ خیر جناب همایونی، الا اینکه در ساعات باری و آتی باید بیشتر مراقب جان خود باشید. از التفات خاصی شما در این فقره ممنونیم. حرفی نباشد، می توانید بروید. انشاءالله روزی فرزندت بر سر تو خواهد آورد. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو
و بیگان خانش نه خانش پسر. شب از قبله ی عالم مرا صدا کردی؟ نکنه تو هم نقشه ی گتل ما را داری مردک ایش بگر بیده. الهی ساخان دردم سنکوب کند اگر این فکر شیطانی به ذهنش خطور کرده باشد. بله فکر شیطانی. شیطان در این اتاق به سراغ من آمده است. نزدیکتر بیا ساخان، بسپوری جبهای آتیه را، نوبت به نوبت خوابگاه ما عوض بشود. فرمایش والا گوهر اینن اجرا میشه. از زنها پرهیز کن عیسی خان، حتی اگر خواهر ما باشد که زن عقدی تو است. آخ که الهی قربان دهان شما بروم. بروی چشم، اصلا دیگر از شر او از امشب به خانه نمیرم. قرچقای بیگ، حاتم بیگ و میر کسب باشیمون را میخواییم ببینیم. حواست جمع باشد از مجلس ما با اونها عهدی بود نبرد. چشم. وای مانده که اینها دیر بکنن آن وقت بیفتد گردن من فتح. آقایان تشریف آوردن. الهی خدا عیسی خان را بکشد اگر میخواهید خانه خرابم بکنید. اگر چه شده عیسی خان؟ تأخیر کردید آقایان، شما غضب کرده از چشم من میبینم. چی غضب کرده؟ این را دیگر از من نپرسید، خدا خودش رحم کند. بفرمید آقایان، بفرمید. میگویند خوشا به حالش که داماد شاه هست و اشتیت آغازی درگاه. دیگر چی میدونم؟ متصل به اشد عذابم آقایان. شب ها که در خانه باید به مصداق ترس از سگ درنده و دیوار شکسته و زن شرنده به آن خواهر عجیب آنشن حساب و جواب پس بدم، و روزها هم که در محضر ایشان پاسخگوی هر عیب و ایراد ناروایی باشم. الهی خدا عیسی خان را بکن. قیمه درست میکنم باجی بدش میاد، قرمه سبزی درست میکنم گلید باجی، شوهر کردم وصله کنم، نه اینکه بخوام وصله کنم آقای. هر کس بامش بیش برفش هم بیشته. همس دامادی شاه این مرارتیان هم داردی. تازه شاهنامه آخرش خوش هستی ساخن. به آن روزی اندیشه کن که شاه برای سر گناه یا خطایی نابخشودنی تو را دست من بسپرد. گردانم که نداری بی نبا. بریدن سرت جدن که جلاد برزخون. الهی درد و بلای عیسی خان بخورد بر سر کچلت میر خزد باشی. که شوخی هایت همچون چهره یعجوج و معجوجت زشت و کری هست. بفرمایید آقایان، بفرمایید. بفرمایید که احضار شده اید. ها؟ ای وای، حالا جواب یکی را چی بدهم؟ جسارتاً نمیتوانید داخل بروید شاهزاده خانم، حکم شاه است. کار واجبی با او دارم. مجلس محرمانه است، قدغن کرده اند احدی داخل بشود. باور کردنی نیست. ها؟ خیانت؟ یحتمل طفل معصوم را اغوا کردند. حکمان همین طور است. و
ولیعهد مستعی دیقوا در این عهد پرقوغا نباشد، برای این تاج و تخت بهتر است. جسارتن مقام اشرف همایونی به این مطلب اطمینان واثق دارند. خط و خبرها هم دیگر رو معنی و تایید میکنند. علاوه این که مادر سلیته این پسر هم در دستیس نقش بی سزا دارد که وقتش او را هم به سلابه میکشید. اما من قبل دوست داریم داغ به دل او و دیگر هواخواهان این پسر دلفری بگذاریم که صلاح تاج و تخت عجل هر مطلب دیگر است. الحال مایلیم افتخار ختم این قائله را به یک از شما ستن وا بگذاریم. قرچ خواهی بی؟ این حقیر چنان رهین مراهم ملوکانی هست که اگه هزار جو داشته باشد فدای یه تار موی شاه زمان میکنن، ولی هیچ وقت به سلسله جلیله شیخ صفی خیانت نمینن. رفی شرکت ها این خنجر دمه بسو و به جهت نافرمانی سر من دتن جدا کن، ولی رضا نه به ای که لکه چنیننگی بر ناسیه ای حقیر بنیشه. شیخ احمد آقا قربان، من سگ فرمان برای شما هم. هر دشمن این خاندان را که امر بفرمایید فل فور گردن خواهم زد. اما جگر گوشه همایونی و وارث تاج و تخت را هرگز. تو به داد من برس حاتم به خدا. حیف از صفی میرزا، حکمن این جوان بی خبر و بی گناه آلوده ی حرف و گپ ناروایی شده است. باشد باشد، خودمان یک فکری می کنیم. حالا برخیزید و بروید. چاکر یقین دارد که شاه عالم از این فعل پشیمون خواهد شد. گورتان را گم کنید. سقط بشود. چه خبر شده عالی جنابان؟ چرا حرفی نمیزنید؟ شما چیزی بگید حاتم بیگ. مداخله کنید شاهزاده خانم، قبل از اینکه خون ولیعهد ریخته شود مداخله کنید. شاهزاده خانم نشنیدی حاتم بیگ چه گفت؟ چرا شنیدم الهی که خون ایساخان ریخته شود، ولی با این حال جناب مرشد کامل اجازه دخول نمیدن. تو غلط میکنی، راه را بر من میبندی. شنو وای بر من. شاهزاده خانم از خود جناب همایونی دستور دارم. سرت رو بخور، داخل میروم ببینم چه کسی جرأت دارد جلوی مرا بگیرد. به من مربوط نیست جناب همایونی، هر دوشان سرخود داخل شدن. راست میگوید این شنوغری. به طاقت آمدم ببینم چه خیالی در سر داری که شور مخفی میگیری. های 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 الله،
التک بی بی، لازم نیست شما بدانید. محرم و همراز و نیاز شما مداخله نکند، کدام پدر سوخته‌ای باید مداخله کند؟ پس ای کاش مرتفت این معنا بودی که در خفای آل گافری چی دسیسای علیه ما شور می شود؟ اما نگه نیست، یک نفر را می شناسیم که ما را از این مخمسه خلاص می کند. گانی گانونان یومازلار سویونان یوالار عباس عزیزیم عزیز، آبروم اونان ده عزیز. کاری نکن که با تمام شدن تو سلسلی صفویان تمام بشود. والا پشمان اولارسان عباس. قال علی ابن ابی طالب خشم نگیر، با هنگامی که خشم گرفتی لحظه تحمل کن و تفکر کن بر قدرت پروردگار و بردباری او بر بندگانش. اولاد خلف دهد مراد، گر ناخلف است دهد به باد. الهی عیسی خان پیش مرگتان شبل، اما من که کاری نکردم جناب مرشد کامل. یک مهر بزنید دهانتان تا خودمان یک تکلیفی بکنیم. سیاسک با من بیا سر غلام چیرکیز. یا اوزون بهبود میبینی اوزون بهبود؟ با یک حرکت سریع دیشتم میتوانم فیلفور هلاکت کنم. حالا حضرت بفرمایند چه قصوری از این غلام ناچیز سر زده تا خود خنجر در قلب خود فرو کنم. از قوم چرکس متنفریم، تو هم یکی از اونایی. ای کاش در رحم مادر می مردم و چرکز به دنیا نمی آمدم تا مایه کسالت خاطر همایونی باشم. تو در گساوت و خونریزی شهره‌ای اوزون بهبود، مأموریتی مطابق طب صفاکت داریم که اگر خوب انجام بدهی هم رفع تهمت می کنی. از غلامان طایفه چرکز و هم اثبات وفاداری می کنی جهت جناب ما. هر امری که دارید غلام فدوی شما فلفور اجرا خواهد کرد. در مراتب شاه سونی تو شکی نداریم، لذا به تو میگویم که اطراف جناب ما دسایسی چرخ چرخ میزند که برای ما مسلم شده ولی اصفی میرزا در مرکز اون است. برو و برای همیشه ما را از شر او خلاص کن. طالع نحس و اختر زشت، این خط به جبین من که بنوشت؟ امریه سلطانی آفقا ندارد مردک الا به اینکه دودمانت را به باد بدهم. این پسر امروز در نظر ما با هیچی که رعایا تفاوت ندارد. قانون فتنه است، تا همین حالم زیاده حفظ شده. اما آخر جناب همایون همین که شنیدی
فرصت مناسب بی تعلل و درنگ حکم را اجرا کن. از مراهم ما هم برخوردار می شوی. در فی مکا از گلامی ارشد آلاگاپی به حکمرانی یکی از ولایات. با ما این پسر خونش در اندرون جاری نشود بهتر است. بیرون آلاگاپی و بی صدا باشد. با آدم هایت کشید بکش، وقت مناسب سر راهش را بگیر و خلاص گرد. همون قرار ساکر برو باشد مشتی. ما که از ول معطلی الف زیر پامون ثبت شد. چیزی که تو اصفهان زیاده از همومه. برین یه همومه دیگه. جوش چی چی رو میزنی؟ آخه اون همومی که شازده صفی میره دنیا دطفی دیگه ای داره. ما که از مال منال دنیا چیزی نداریم که بهش بناز. فقط میتونیم قپی بیایم بگیم ما همون همومی میدیم کیسه میکشیم که شازده صفی میاد و میره. کجای کاری همون؟ اصلش همون لونگی ها میبندیم که ولیت به خودش میبنده. از وقتی خروس تا حالا وایستدیم که شازده بیاد بیرون، مردونه قروق زنونه رو چرا بستن؟ قربان سلامت شد، بفرمایید. پسر بود و چهار پر بزدید جناب. خوش اومدین آقا. شاهزاده ولیعهد به عافیت از حمام خارج می شوند. فرمانی از سوی شاه عباس کبیر به اینجا آمدم. مقاومت در برابر این فرمان سرپیچی از حکم سلطان است.
به جز شاهزاده صفی میرزا الباقی میتوانید از اینجا بروید. بروید. جناب والا حضرت، حکم حکم همایونیست. لطف بفرمایید و از اسب پیاده شوید. اوزون بهبود، غلام ارشد دربخانه سلطانی و هم طایفه مادرم. خوب شناختید شاهزاده، اما مستحضر باشید که الحال در قید فرمان سلطان هستم که امر قطعی فرمودند به هلاکت شما. مگر من چه گناهی کردم؟ من مأمور هستم و معذور. فرمان سلطان بازگشت ندارد. مرحمت کنید و از اسب پیاده شوید. امید، این مکافات بابت پیاده شوید شاهزاده. اگر وصیتی دارید بفرمایید. ای کاش مانند تولد هنگام مرگ مادر در کنارم بود. او هم امروز یا فردا به شما خواهد پیوست. به پدرشاه صفاکم بگویید که من هرگز آرزوی پادشاهی نداشتم و در هیچ توطئه ای علیه او شرکت نکردم. تنها گناه من این است که خون صفوی در رگهای من جاری است. تو هم مثل من می‌لرزی بهبود بیک. سراچه‌ی غریبی است. آن زمان که مایلی زندگی را آنطور که خود می‌خواهی آغاز کنی، همه ی فرصت‌ها به اتمام می‌رسد. دیگر از چی جهت میخندی جغد کور؟ دیدی که نگذاشتیم آرزوی شوم تو برآورده شود؟ ای کاش اون آرزو برآورده میشد و جای پسر پدر میمود تا آیندگان تو را کمتر لعن کنند. دیگر هیچ وقت روی آسایش نخواهید دید مرد سرباچ. توق لعن ابدی متصلن کردنت خواهد بود. آرام باشید.
آرام باشید. مگر اینجا سر قبر پدرتان است که اینقدر گلایان میکنید؟ علازتا پناهم بدهید، الان روی زمین کسی نیست که تشنه خون مهبود بگ نباشه. قبله عالم، این مرد لعین قاتل ولیعهد صفی میرزا تو را به تربت پاک شیخ صفی، او را به دست ما بسپار. رحمت بر چاکران، لعنت بر منکران. شما بروید به کارتان، ما خودمان میدانیم با این نوکر چی بکنیم. بروید. الهی که بی اشک آقا سی بمانید، امر بفرمایید قبله یانم. فیدفور داخله و خارجه آلگاپی شهرت بدهید که بهبود بگید چرکس جهت رفع اتهام از طایفه خود و اثبات وفاداری به تاج و تخت به قتال شاهزادی مزدون به خطا خودسران اقدام کرده است. خودسران قبله یانم، خفقان بگیرش این اخری. این مردک لینگ دیراز را هم تا وقت فوت نشده از راه مخفی ببر به طویله سلطنتی که حکم بست و پناهگاه مجرمان را دارد. چند شبانه روز اونجا متحسین باشد تا حکم به عفش صادر کنیم. بروی چشم قبله عالم، بلند شعل دنگ، را بیافت قرم دنگ، خدا ازت دنگ زره گل دنگ. سب کنید. حکم بخششت که صادر شد دیگر کسی متعرضت نمی شود. ممنونم قبله عالم، ممنونم. اونگاه به خانه می روی، سر پسر ارشدت را می بری و برای من می آوری. جت خدا از تو نگذرد. یادیم
مرایان خدا مکافات هر دو عالم را نصیبت کنم. عباس عباس سند ممیشتی سند ممیشتی دشمنان ارزان بمار گفتن میخواهد مارا بکوشن بچه های مارا بگیرن. چه خاکی میخواستید بسر کنید؟ تو بگو گل و هر خاطی دیگر کار از کار گذاشته. من چه بگویم جز این که در طی این سال ها نگرانی من نبودم که چرا برای شما فرزند پسری نیاوردم. اما حالا خوشحالم خوشحالم از این که زنی دختر زا هستم. خوشحالم خوشحالم. Ha ha ha!